سلام به حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. به برنامه دیگه از نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. باز هم با قدرت پهپادی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و می‌خوایم با هم بریم به محموله پهپادی که قراره از ایران به روسیه بره. پس تا پایان با ما همراه باشید و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. اطلاعات ارتش اوکراین اعلام کرده که ایران خیلی زود یه مجموعه جدید از پهپادهای رزمی خودش که شامل 200 تا شاهد 136، مهاجر 6 و آرش 2 میشه رو به روسیه ارسال میکنه. این سازمان اطلاعاتی سه‌شنبه 10 آبان توی حساب تلگرامی خودش گفته که این پهپادها از طریق دریای خزر توی بندر آستراخان تحویل روس‌ها میشه. بنا به این گزارش پهپادها به طور قطعه‌های جدا از هم حمل میشن و بعد از ورود به خاک روسیه به هم وصل و دوباره رنگ‌آمیزی میشن و علامت روسی روی اونها زده میشه. سازمان اطلاعات ارتش اوکراین اعلام نکرده که اطلاعات فروش این تعداد پهپادهای ساخت ایران به روسیه رو چطور به دست آورده و هنوز منابع دیگه این اطلاعات رو تایید نکردن، اما شبکه خبری CNN آمریکا روز سه‌شنبه به نقل از مقامات کشور غربی که برنامه تسلیحاتی ایران رو زیر نظر داره اعلام کرده که ایران در حال آماده سازی محموله بزرگ شامل حدود 1000 سلاح بیشتر از جمله پهپادهای تهاجمی و موشک‌های بالستیک کوتاه برد سطح به سطح به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراینی. CNN نوشته که هر گونه استفاده روسیه از پهپادهای آرش 2 در تهاجم خودش علیه اوکراین میتونه فشار بیشتری رو به پدافند هوایی این کشور وارد بکنه. این در حالی هستش که همزمان نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که در حال حاضر هیچ دفاع مؤثری در برابر انواع موشک‌های بالستیکی که آماده ارسال از ایران به روسیه هستند نداره. یوری ایهنات، سخنگوی فرماندهی نیروی هوایی اوکراین، هم روز سه‌شنبه گفته که برد این موشک‌های بالستیک ایران، یکی 300 و دیگری 700 کیلومتر، که به نیروهای روسیه اجازه میده به هر نقطه از اوکراین حمله بکنن. آقای اینا در یک نشست خبری در کیف اضافه کرده که احتمال زیادی وجود داره که این موشک‌ها در مرز شمالی اوکراین تحویل داده بشه و از اونجا میتونه کل اوکراین رو تهدید بکنه. سخنگوی نیروی هوایی اوکراین در جواب به اینکه آیا نیروهای مسلح این کشور آماده دفاع در برابر این نوع موشک‌های بالستیک ایرانی هستند یا نه، گفته که نیروهای اوکراین تمام اقدامات و ابزارهای حفاظتی در برابر این موشک‌ها را انجام خواهد داد. او با این حال گزارش داده که در حال حاضر هیچ دفاع مؤثری در برابر این موشک‌ها نداریم. سرنگونی اونها از نظر تئوری امکان پذیره، اما انجام اون با وسایلی که در حال حاضر داریم خیلی سخته. این مقام ارتش اوکراین تاکید کرده که ما دفاع هوایی داریم نه دفاع موشکی. این در حالی هستش که در واشنگتن نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با ابراز نگرانی از اینکه روسیه همچنان به دنبال تسلیحات متعارف پیشرفته از ایران، گفته که ما به اجرای شدید تحریم‌های آمریکا به تجارت تسلیحاتی روسیه و ایران ادامه میدیم تا فروش این تسلیحات به روسیه از طرف ایران سخت‌تر بشه. خب اصلا اهمیت هم نداره. او همچنین هشدار داده هر کسی که با ایران تجارت میکنه و میتونه هر گونه ارتباطی با توسعه پهپاد یا موشک‌های بالستیک ایران یا ارسال تسلیحاتی از ایران به روسیه داشته باشه باید خیلی مراقب باشه. ما در اعمال تحریم‌های خودمون تردید نمی‌کنیم. اعلام رسمی خبر فروش پهپادهای تهاجمی تر ایران به روسیه در حالی هستش که پیشتر در اواخر مهر ماه سه مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند که ایران در ماه سپتامبر درخواست ولادیمیر پوتین برای خرید پهپادهای تهاجمی پیشرفته و دوربرد از مدل آرش 2 رو رد کرده. یکی از مقام‌ها در مورد دلیل رد درخواست روسیه به چند موضوع گوناگون از جمله مشکلات فنی اشاره کرده. اما چند روز بعد اوکراین اعلام کرده که ایران پهپاد انتحاری جدید آرش 2 رو به کرملین میفروشه و گروه تازه‌ای از مستشاران ایرانی برای آموزش نیروهای روسیه به این کشور خواهند رفت. موضوع ارسال تسلیحات ساخت ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین از ماه‌ها پیش مطرح شده و حالا در سازمان ملل متحد هم مطرحه. هفته گذشته میگل سرپا سوارز، وکیل ارشد سازمان ملل، استدلال درخواست روسیه رو مبنی بر اینکه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نمیتونه درباره اتهام استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران در تهاجم به اوکراین تحقیق بکنه نپذیرفت. چند وقت پیش هم سفرای سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه توی سازمان ملل توی یه نامه مشترک از درخواست دولت اوکراین برای تحقیق در این مورد حمایت و اعلام کرده بودند که فروش پهپادهای ایرانی به روسیه نقض قطعنامه 2231 شورای امنیته. قطعنامه 2231 شورای امنیت که توی سال 2015 به تصویب رسید، توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی رو که در همون سال امضا شد
کرد و پشتوانه قانونی برجام تلقی میشه که تحریم‌های تسلیحاتی اون چند سال پیش تموم شد. آنتونیو گوترش هر سال در دو نوبت به طور معمول توی ماه‌های ژوئن و دسامبر در مورد نحوه اجرای این قطعنامه گزارش میده. جدیداً هم خبرایی درس کرده که اوکراین سامانه‌های خاص آمریکایی رو می‌خواد به کار بگیره که خیلی خوبه و فلان، ولی خیلی خوب طرحاش هم در برابر پرنده‌های ایرانی کم آوردن. بریم ببینیم این تجهیز جدید چیه. ارتش اوکراین ته چند وقت اخیر پیشرفت چشمگیری توی بازپسگیری مناطق اشغالی کشور خودش از روسیه داشته. این در شرایطی هستش که دولت کیف همچنان برای دریافت سامانه موشک تاکتیکی ارتش MGM-140 به دولت واشنگتن فشار وارد میکنه و این موشک ها رو کلیدی برای پیروزی عنوان میکنه. با این وجود دولت آمریکا تمایلی به ارسال این موشک های زمین به زمین به اوکراین ندارن، چون میتونن اهدافی در فاصله 300 کیلومتری یا 4 برابر برد سامانه موشکی های مارز رو مورد اصابت قرار بده. سامانه های های مارز از ماه ژوئن در اختیار اوکراین قرار گرفته و نقش مثبتی در عقب روندن نیروهای روسی از خاک اوکراین داشته. سامانه های موشکی MG-140 یا همون ATACMS به تنهایی میتونه واحدهای نظامی روسیه در سرزمین های اشغال شده اوکراین رو هدف قرار بده. همینطور میتونه برای حمله به اهدافی در عمق منطقه کریمیه و حتی خاک روسیه هم قابل استفاده باشه. این در شرایطی هستش که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به این موضوع اشاره داشته که نمیخواد جنگ رو تشدید بکنه. موشک هدایت شونده دوربرد ATACMS توسط شرکت لاگهید مارتین توسعه پیدا کرده. موشک های این سامانه به کلاهک جنگی انفجاری WDU-18 مجهز هستند. موشک های ATACMS از سکوهای تسلیحاتی MLRS M270 و M270A1 قابل پرتابه. سامانه های ATACMS با سوخت جامد موفقیت چشمگیری طی عملیات طوفان صحرا در سال 1991 و همچنین حمله به عراق داشتند. این موشک‌های هدایت شونده طی شب و روز و در شرایط آب و هوایی مختلف قابل استفاده هستش و میشه از اونها علیه اهداف مختلف از جمله سایت‌های توپخونه، پدافند هوایی، واحدهای موشکی زمین به زمین، سایت‌های تدارکاتی، مجتمع‌های فرماندهی و کنترل و پایگاه‌های عملیاتی هلیکوپتر استفاده کرد. اما باید ببینیم که این سامانه‌ها آیا در برابر پهپادهای ایرانی هم همینقدر خوب هستند. بدی ترتیب به پایان این برنامه از هاشه نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.